مرثیه‌ای بر خاک. فقط برای 60 سال دیگر خاک کشاورزی در زمین وجود دارد. بر اساس هشدار سازمان فاو، اگر فرسایش خاک با روند کنونی ادامه یابد، جهان تنها تا 60 سال دیگر خاک حاصل خیز خواهد داشت. و اسفناک این است که ایران مقام اول فرسایش خاک در کل دنیا را به خود اختصاص داده است. در واقع ایران سالانه بیش از 2 میلیارد تن خاک از دست می دهد که این رقم تقریباً 5 تا 6 برابر میانگین جهانی است. فرسایش خاک در حال حاضر به ابعاد بی سابقه ای در جهان رسیده است. اکنون بیش از 1/3 خاک کره زمین در حال تخریب است. بنابراین اگر فرسایش خاک با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، طی 2 تا 3 دهه آینده حدود 2/3 از زمین‌های قابل کشت جهان تخلیه و غیر قابل سکونت خواهند شد. اما در ایران سیطره حکومتی نالایق و ناکارآمد ضربه آخر را چنان محکم بر پیکره خاک زده است که طی 5 دهه گذشته حدود 700,000 تا 1,000,000 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی از بین رفته است. به منظور حفظ حیات سیاره زمین، 5 دسامبر هر سال روز جهانی خاک در تقویم جهانی نامگذاری شده است. تا شاید تلنگری باشد بر ذهن خفته بشر امروز، بشری که کمر به قتل این کره خاکی بسته است و فراموش کرده روی زمینی پا گذاشته که منحصر به فرد است. گویا نمی داند حتی 1 وجب از خاک این زمین را نمی تواند در هیچ یک از سیارات منظومه شمسی پیدا کند. در سال میلادی گذشته به مناسبت روز جهانی خاک با عنوان مراقبت از خاک، اندازه‌گیری، پایش و مدیریت نامگذاری شده است تا بر اهمیت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات دقیق خاک، درک ویژگی‌های خاک و حمایت از تصمیم‌گیری آگاهانه با هدف مدیریت پایدار خاک به منظور تأمین و امنیت غذایی تأکید کند. توجه به این امر که سازمان ملل از فرسایش خاک با عنوان جزام زمین یاد می کند، اهمیت و ضرورت توجه به خاک را بیش از پیش می کند. از سوی موزل فرسایش خاک زمانی اهمیت می یابد که بدانیم عنصری تجدید پذیر نیست. پژوهش‌ها نشان می دهد برای تشکیل 1 سانتی‌متر خاک حداقل 3 قرن وقت لازم است. اما برای تخریب 2 میلیارد تن خاک فقط 1 سال وقت لازم است. فرسایش خاک عواقب جبران ناپذیری از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیت غذایی، مهاجرت‌های اجباری، گرسنگی‌های پنهان و بسیاری موارد دیگر را دارد. خاک بستری است که بقای میلیون‌ها انسان و موجودات زنده بدان وابسته است و نقش عمده‌ای در تأمین غذایی آنها دارد. از دیدگاه جهانی، خاک 3 جزء عمده محیط زیست تلقی می شود. بر اساس آمارها 1/3 خاک‌های جهان در حال حاضر بر اثر آلودگی تخریب شدند. در این راستا تباهی خاک به معنای کاهش کیفیت خاک به وسیله عوامل انسانی است که به طور قطع جبران آن نیاز به هزینه‌های سنگین مالی و زمانی دارد و شاید بشر هرگز نتواند این نقیصه را جبران نموده و آن را به حالت قبل برگرداند. خاک امروز دست بره دیگه قابل جبران نیست، حداقل ما به چشممون نمیبینیم، چون 1 سانتی‌متر مکعب خاک چندین قرن، اونم تازه با این روالی که داره میده، اون زمینه هم وجود نداره. اون زمینه رو هم ما برای جبران از بین بردیم. در همین راستا سازمان صلح طاهری با ترویج آگاهی‌های زیست محیطی و معنوی در راستای حفاظت از منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت از خاک و بهبود وضعیت محیط زیست ایفا می‌کند. این سازمان تلاش دارد تا با آگاه سازی مردم و مسئولان اهمیت حفظ خاک را به عنوان یک منبع حیاتی برای آینده بشر مطرح کند و راهکارهای عملی برای مقابله با بحران فرسایش خاک را در جوامع مختلف ترویج دهد. هدف این تلاش‌ها
ایجاد همافزایی بین افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها برای محافظت از خاک و منابع طبیعی است تا نسل‌های آینده از این نعمت ارزشمند بهره‌مند شوند و کره زمین به محیطی پایدارتر تبدیل شود. ما داریم خاک رو از دست میدیم. حالا به یه نحوی از طریق طبیعت، آتش فشان‌ها، سیل‌ها و مسائلی که باعث فرسایش خاک میشه و در دنیا اصلا بهش توجه نمیشه و ما داریم همینطوری مسائلی از خاک میره زیر کار ساختمانسازی، شهرسازی و بخش عمده ای از خاک ها میره سمت سفالسازی، آجرسازی و اینجور مسائل و هیچ نظارتی نیست که این در واقع این محصولات از کجا بایستی تأمین و تغذیه بشن و بعضا هر جایی که گیرشون بیفته این کار ادامه پیدا میکنه و در واقع یک تایم، یک ساعتی است که سرمایه زمین رو که از جمله خاک سرمایه زمین که بارها من همیشه توضیح دادم و این مطلب رو از دیدگاه خودم عنوان کردم که در کل کیهان یک مش خاک زمین پیدا نمیشه و ما این سرمایه زمین این سرمایه رو داریم همینطوری با تیک تیک ساعت ما این سرمایه رو داریم از دست میدیم.